کتاب موسیقی تو ایران به جز هنرستان که چند تا پارتیتور که کتاب بود هیچ کتابی نبود. یک آمریکایی اومده بود ایران فارسی یاد بگیره، پروفسور لینتون از دانشگاه کلمبیا یا دانشگاه دیگه، باز نشسته شده اومده فارسی یاد بگیره. یکی از دوستان با این آشنا شده بود و من دیگه مهمونش میکرد، ما بعضی وقتا با هم دیگه روز جمعه میبردیمش گردش و این حرفا. این مریض شد، مثل که عملش کردن، من میرفتم دیدنش و به من میگفت که نامه هایی که مینوش یا نامه هایی که میگرفت من براش چیز میکردم، پست میکردم. بعد خوب شد و به عنوان تشکر گفت من چه کار کنم برای تو؟ گفتم برای من یه کتاب سازشناسی که آدم یاد بگیره سازشناسی ارکستر سمفونیک چیه. فکر می‌کنم اون اولین کتابی بود که تو ایران درباره سازشناسی بود. بعد یواش یواش جاهای دیگه هم شروع کردم به وارد کردن پارتیتور، اینه که ما میتونیم آثاری که میشنویم مثلا بتونیم ببینیم. من خیلی کتاب جمع کردم. وقتی که بورس گرفتم تمام کتاب مصطفی پولتورا خرید از من، یه کتاب خونه که بعدن که من احتیاج داشتم میگفتم حالا یکیشو قرض بده از اون کتاب. داشتم تیمور پورتورا، برادر مصطفی پورتورا که اونم شاگرد سنجری بود، در همسایگی اونا پرویز منصوری بود که خیلی کتاب نوشته ترجمه کرده. این میرفت پلی حسین ناسهی، گفتم من میخوام آهنگسازی بخونم، علاقه من شده. یه چیزایی در من بود که میگفتم باید یاد بگیرم بنویسم، یه چیزایی که آدم زمزمه میکنه میگه خب اینو یادداشت کنم. یه استاد داشتیم دکتر هوشیار، خیلی ما اینو دوست داشتیم، اونم توی روانشناسی و خانم اونجا آلمان درس خونده بود، خیلی آدم باسوادی بود، خیلی علاقمند شده بودیم به این. من اون موقع که ویولون میزدم حالا نوت نویسی هم یاد گرفته بودم. این فوت کرد تو بیمارستان، همه چی شد فوت کرد دیگه. ما هم خیلی برامون سخت بود، همش گریه میکردیم و من تو خونه برای اون مثلا آهنگ مینوشتم، واسه یه ملودی می‌نوشتم، یادداشت می‌کردم. از اونجا گفتم من باید برم این کارا رو یاد بگیرم که بتونم بنویسم ایده‌های خودم رو. این بود که پرویز منصوری گفتم من می‌خوام یاد بگیرم. گفتم تو داری برای ناصحی میری، منم میام شاگرد تو بشم. منم گفت باش. اون چیزایی که یاد گرفته به من گفت. بعد از چند ماه من اینقدر آتش یاد گرفتن داشتم، اون مثلا چهار تا مسئله میدن، میگن یه خط ملودیه مثلا باید چهار صدای دیگرش هم براش بنویسی، قوانینی داره دیگه، باید استاد باید تصحیح بکنه و این حرفا. که من رفتم پلو اون دو ماه سه ماه، یه شب به من گفت پژمان من تا اینجا بیشتر یاد نگرفتم. گفتم خانم من چی کار کنم وسط هوا همینجوری منو ول میکنی و اینا. گفت یه پلو ناسهی. گفتم آخه چیزش دستمازش زیاده نمیتونم. گفت من صحبت میکنم دو هفته یه دفعه برو. گفتم باشه. منم تو اون موقع با تیمور پورتورا چیز باشه، اون خیلی همیشه به من مثل برادر برای من بود، هم با هم ویولون میزدیم، میرفتم خونهشون، خیلی صمیمی بودیم.
بعد به من گفت که بیاد مثلا تو این کودکستان ها درس بده یه مقدار که وضع اون چیزایی که میخوای بکنی اگر پول داشته باشی بری کلاس یا سازتو عوض کنی. گفت یه آکوردون کوچیک بخر من برات درست میکنم. من هم یه آکوردون کوچیک خریدم، شروع کردم تمام آهنگای کودکستانی رو به من یاد داد. من هم دو سه تا کودکستانی رو خب وضعم خوب شد دیگه از نظر مالی. دیگه رفتم پلو ناسهی، من هارمونی پلوش تموم کردم. میگفتم میخوام آهنگ بنویسم، میگفت نه تو تمامی درساتو باید تموم کنی بعد بیای آهنگ بسازی. خب منم اصلا نمیتونستم دیگه، آتش داشتم. در همون موقع بود که وزارت فرهنگ و هنر چند تا ارکستر درست کرده بود که برن در تلویزیون برنامه اجرا کنن. یکی از این ارکسترها ارکستر سبا بود. ارکستر سبا فوت کرد. حسین دهلوی شد سرپرست ارکستر سبا. همیشه ارکستر سبا بود. من تو چند تا ارکستر می‌زدم. یکی ارکستر دهلوی بود، ارکستر سبا بود، یکی ارکستر فروتن راد. تمام این رهبرا آهنگ می‌نوشتن. آقای دهلوی میگفت که ارکستر خوراک می‌خواد. خوراکشو آهنگ خود رهبر ارکستر تهیه می‌کرد. اونم شاگرد دهلوی هم شاگرد حسین ناسهی بود. در این موقع که پلو حسین ناسهی بود، آقای سنجاری بورس گرفت رفت اتریش که رهبری یاد بگیره. تقریبا سه سال موند. به جای اون هایمو تویبه رو، یه ویانی بود که رهبر بود، اومد رهبری ارکستر میکرد و هنرستان هم درس میداد. حسین دهلوی و مصطفی پورتراب دیگه رفتن پلو اون که لیسانس آهنگسازی گرفتن هر دوتاشون. منم حالا تو ارکستر دارم میزنم. بعد شروع کردم با آهنگ نوشتن. شروع کردم از دور از چشم حسین ناسهی. اون میگفت درس رو تموم کنم. من همون شروع کردم. و خیلی میخواستم برم ادامه بدم. چون که اون موقع تو ایران همش راجع به علم آهنگسازی صحبت میکردم. من مثلا آهنگ مینوشتم. خب بعدش نمیتونستم ادامه بدم. چجوری اینو من ادامه بدم؟ خب مثلا تم اول اومده، تم دوم اومده، بقیه‌اش چه کار کنه؟ اولین آهنگی که نوشتم با همون ارکستر دهلوی، اسم آهنگ بود یه چیز آهنگ مثل شبیه آهنگای محلی بود که اسم ترانه روستایی همچی چیزی اسمشو گذاشتم و اینو اجرا کردیم. تو تلویزیون اجرا کردم. دیگه خودم هم خوشم اومد. خب دیدم خوب صدا میده. در همون موقع رادیو یه برنامه داشت به نام برنامه موسیقی کلاسیک که سعدی حسنی که بعداً اومد رئیس اپرا شده آلمان بود و اونجا تحصیل کرده بود، از رادیو گوش میکردیم، علاقمند شده بودیم. اون موقع فکر میکردیم که موسیقی باخ چقدر شبیه موسیقی ایرانیه. به خاطر یه چیزایی هست که من تو موسیقی ایرانی از چهار مضراب و این چیزا خیلی شباهت میدیدیم و خیلی شیفته باخو. من بتوون هم خیلی در من تاثیر گذاشته بود. اوورتور اگموند، کوریولان، اینا که شنیده بودم اصلا از حفظ میشدم اینا رو. و یه موقع رفته بودم همون کلاس سنجری که بودم، یک آهنگ به یکی از دوستانمون، اونا ویولنش قوی تر بود، یه آهنگ بتوون رو داشت یادش میداد. من با سنجری گفتم آقا این چقدر شبیه کار بتوونه. من گفت تو بتوون از کجا میشناسی؟ داری دوره میفاسولاسی یاد میگیر. گفتم شنیدم شبیه اگمونده. گفت این شبیه اگمونده ولی این اثر بتوونه.
خب حالا اینا رو من گوش میکنم، نوتاش هم بعضی وقتا دیگه میخریدم، میرفتم از رو اونا گوش میکردم، آنالیز میکردم این چه آکورداش چیه، نمی سازبندیش چیه، چی کار کرده که این خوب صدا میده. من تقریبا بعد اون موقعم تو ارکستر میزدم و همینجوری خودآموز و خیلی هم خوب صدا میداد. الانم که نگاه میکنی دیدم مثلا آهنگاشو گیر آوردم، یکی از بچه هم اون یه آهنگی نوشتم در کنار جویبار، خیلی دیگه اون موقع گل کرد و چند تا از بچه ها اجراش کردن و الانم که دارم دیدم پرت و پلا نیست، هیچ کار همش درست بود. اونم نتیجه این بود که من هم گوش میکردم تو ارکستر، هم گوش میکردم کتابای که پارتیتورایی که نوشته شده بود میرم نگاه میکردم اونجا. خیلی خوشم میومد که یه جایی که مثلا سازای بادی مثلا خوب نمیزدن، سنجری میگفت ساز بادی، منم اینو باز میکردم، اینا اوبوا، کلارنت، مثلا فلوت، اینا کجا خوب صدا میده، کجا بد صدا میده، کجا خیلی تیزه، تمام اینا رو هی داشتم همونجا یاد میگرفتم. یه موقع مثلا ویولونسل یه خطی مثلا اشکال داشت تمرین میکنه، خب من نگاه میکنم مثلا اینجا ویولونسل اینجا چقدر دم صداش اینجوریه، بعد صداهای بالا، اینا همین جوری یاد میگرفتم. حالا اون آهنگ اولی که نوشتم یادم 300 تومن پول گرفتم. یک آهنگ نوشتم که تم و واریاسیون بود، یه تم نوشتم که با سنتور شروع میشد و واریاسیون های مختلف، 1500 تومن گرفتم. همه اون جمع شده بود دور ما، پژمان تو 1500 تومن خیلی پول بود. ما یه ماه می اومدیم ارکستر می زدیم 150 تومن می گرفتیم، اینجوری بود. تمرینایی که میکردیم تو تلویزیون پخش میشد، من خودم هم نوازندش بودم، آهنگسازش هم بودم. رئیس باله نژاد احمدزاده در کنار جویبار شنید، اومد، اونم تلویزیون بود. همونجا قبل از اینکه ما بریم گفت پژمان تو موزیکت خیلی برای باله خوبه، برای ما باله بنویس. گفتم باله بنویسم؟ گفت برای ارکستر. من خیلی دوست داشتم برای ارکستر بنویسم. گفت که من میدم اجراش میکنم. یه چی سفارشی به ما داد و منم نوشتم، خودم بردم پلوی سنجری. بعد شروع کردم این چیه نوشتی و فلان، شروع کرد به ایراد گرفتن. یه موقع میگفت اینو که نوشتی میتونی بخونی؟ منم خوندم، حالا همین جوری خوندم، حالا سولفژم خیلی اونقدر خوب نبود که دقیق بخونه، یه چیز شبیه اون بود. گفت نه این غلط میخونی اینا. گفتم که اینقدر نوشتی خب اجرا نمیشه. بعد اتفاقا یه اون موقع شروع شده بود که اوپرا رو بیارن تو ایران. یه گروه رو از ایتالیا آورده بودن، رهبری بود که استخدام کرده بودن، خیلی موزیسن خوبی بود. به من گفت که تو استعداد چیز داری، باید بری درس بخونی. گفتم ان شاءالله.